سلام مخاطبان عزیز، سوالات امتحان نهایی ریاضیات گسست رشته ریاضی فیزیک که در تاریخ خرداد ماه 98 برگزار شده رو با همدیگه حل میکنیم. سوال اول گفته ثابت کنید میانگین حسابی دو عدد نامنفی از میانگین هندسی آنها کمتر نیست. میانگین حسابی برای دو عدد به این صورت به دست میاد که جمعش میکنیم تقسیم بر دو، همون معدله. اما میانگین هندسی رو در دنباله هندسی ریاضی دهم گفتیم اگر یه عدد واسطه یا میانگین هندسی دو عدد باشه به توان دو برسه برابر حاصل ضرب اون دو تا عدده. یعنی چی؟ اگر بی واسطه هندسی یا میانگین هندسی برای آ و سی باشه، بی به توان دو برابر آ ضرب در سی. برای اینکه با بی خود عدد قاطی نشه در نظر میگیریم x واسطه هندسی برای دو عدد A و B، یعنی اینکه x به توان دو برابر با A ضرب در B، یعنی خود x رادیکال A Bه. مثلا 3 6 12 6 واسطه هندسی برای 3 و 12 که 6 برابر با رادیکال 3 ضرب در 12. پس ما یه میانگین حسابی داریم تو این سوال، یه میانگین هندسی. میخواییم ثابت کنیم میانگین حسابی دو تا عدد از میانگین هندسیشون کمتر نیست. یعنی آ به علاوه بی دوم که میانگین حسابی هست بزرگتر یا مساوی میانگین هندسیه. اگر صورت سوال بخوایم که عبارت فارسی هست به زبان ریاضی بنویسیم، میانگین حسابی دو عدد آ به علاوه بی تقسیم بر دو از میانگین هندسی کمتر نیست، علامت کمتر رو گذاشتم یه خط روش، یعنی نیست، کمتر از رادیکال آ بیوم که میانگین هندسی دو عدد آ و بیه. میام این رو تبدیل میکنم به معادل حکم. کمتر نیست یعنی چی؟ یعنی بزرگتر یا مساوی هست. پس اگر ثابت کنم آ به علاوه بی دوم بزرگتر یا مساوی رادیکال آ بی هست، مثل اینه که ثابت کردم آ به علاوه بی دوم کمتر نیست از رادیکال آ بیوم. اما چجوری اثبات کنم؟ دو میاد در دو طرف ضرب میشه، یا بگیم از مخرج سمت چپ میاد صورت سمت راست قرار میگیره، به توان دو میرسونیم دو طرف و طرف چپ اتحاد مربع دو جملی آ دو به علاوه دو آ بی به علاوه بی دو، طرف راست رادیکال آ بی به توان دو آ بی، دو به توان دو چهار، همه رو میارم یک سمت. آ دو به علاوه بی دو که هست، دو آبی منهای چهار آبی جملات مشابه منهای دو آبی، حاصل میشه آ دو منهای دو آبی به علاوه بی دو که اتحاد مربع تفاضل دو جملات. از چه طریق اثبات کردیم؟ از طریق اثبات بازگشتی، یعنی روی حکم عملیات ریاضی انجام دادیم، رسیدیم به چیزی که همواره درست بدیهیه، آ منهای بی به توان دو بزرگتر مساویه با صفر. بنابراین همونی هم که ازش بهش رسیدیم، یعنی آ به علاوه بی دوم بزرگتر مساویه، رادیکال آ بیوم هست. و این هم شیوه دیگری که در پاسخنامه برای اون حل کرده. توی ریاضی چیزی که مهمه اینه که ما از روش درست حل کنیم. این روش پا
پاسخنامه هم توضیح بدیم. دو در دو طرف ضرب شده. بعد اومده گفته آی به علاوه بی بزرگتر مساوی دو رادیکال آبی. اگر دو رادیکال آبی بیاد سمت چپ، این سه جمله‌ای که سمت چپ هست اتحاد مربع تفاضل دو جمله، یعنی رادیکال آی منهای رادیکال بی به توان دو بزرگتر مساوی با صفر همواره هست، بنابراین حکممون درسته. در جاهای خالی عبارت ریاضی مناسب قرار دهید. الف یک گراف کامل هشت رأسی جا خالی یال دارد. هشت رأس رو در نظر می گیریم. از هر رأس به هفت رأس دیگه ما یال داریم. بنابراین مجموع درجات رؤوس هر رأس درجه شنده هفت. هشت رأس داریم. هشت ضرب در هفت 56 مجموع درجات رؤوسه که اگر تقسیم بر دو بشه 28 تعداد یال ها به دست میاد. یه بار دیگه، در گراف کامل از هر رأس به رؤوس دیگه ما یال داریم 8 رأس، بنابراین از هر رأس به هفت رأس دیگه ما یال داریم. تعداد مجموع درجات رؤوس میشه 7 ضرب در 8. از اونجایی که هر یال دو رأس داره تقسیم بر دو بشه تعداد یال 28 به دست میاد. قسمت ب، در یک گراف از مرتبه 10 با دلتا مساوی با 3 یعنی ماکسیموم درجه 3 حداقل جا خالی رأس برای احاطه همه رؤوس لازم است. وقتی میگه حداقل نباید بیایم این شکل رو رسم کنیم. خب این ماکسیموم درجه رؤوس رو رعایت کرده، اما ما برای احاطه کردن این گراف چند رأس نیاز داریم؟ میگیم ویده خودش و وی یک، وی دو و وی نه رو احاطه کرده، اما وی سه، وی چهار، وی پنج، وی شیش، وی هفت، وی هشت تنها نیاز هست توی مجموعه احاطه‌گر اینا باشن. یعنی درجه احاطه‌گری این گراف هفته، مینیمم که نیست. ما میتونیم گراف دیگه‌ای با ده رأس، مرتبه ده رأس کنیم که ماکسیموم درجه 3 باشه، اما عدد احاطه گریش که همون تعداد رأس برای احاطه همه رؤوس هست کمتر از 7 باشه. مثلا این گراف احاطه کردن چی بود؟ گفتیم وقتی مجموعه احاطه گر رو میخواییم نام ببریم، وقتی یه رأس رو ذکر میکنیم خودش رو احاطه میکنه، رؤوسی که باهاش مجاورن یعنی یال داره مشترک با اون رؤوس اونا رو هم احاطه میکنه. همون شکل اولی که ویده خودش رو احاطه کرده با رؤوس وی یک و وی دو و وی نو مجاوره، چون تو یال مشترک هستن. یا این گرافی که اینجا رسم کردیم، البته باید حتما شرط دلتا مساوی با 3 یعنی ماکسیموم درجه 3 رو که در سوال اومده حتما رعایت کنیم. میخوایم نشون بدیم با تعداد رؤوسی کمتر از 7 که در شکل ابتدایی رسم کردیم هم میشه گرافی از مرتبه 10 یعنی با 10 رأس و دلتا مساوی با 3 داشته باشیم. الان این گراف رو در نظر بگیریم. بذاریم رؤوسی که قرار احاطه‌گری رو انجام بده مشخصا نشون بدیم. مثلا
رأس ویدو الان داره وی ده و وی نه و وی سه و خودش رو احاطه میکنه، وی هشت، وی سه و وی چهار و وی هشت و وی پنج رو احاطه میکنه، وی دو هم احاطه داره میکنه خودش رو و وی ده و وی شیش هم خودش و وی هفت و وی پنج رو احاطه میکنه. اما بیایم بازم گرافی با ده رأس و ماکسیموم درجه 3 رسم کنیم ببینیم آیا به عدد احاطه‌گری کمتر از 4 هم میرسیم یا نه. این رأسی که وسط قرار گرفته به 3 رأس دیگه مجاور شده، خودش و 3 رأس دیگه رو داره احاطه میکنه، همینطور داره یال ها رو اضافه میکنیم. اما روش پاسخ حدس و آزمایش که نیست، پس باید از روش گاما استفاده کنیم. گامای جی یک کران پایین یا یه مینیمومی برای عدد احاطه‌گری یک گراف به ما میداد که n تعداد رو تقسیم بر دلتا به علاوه 1، دلتا ماکسیموم درجه که اینجا 3، 10 تقسیم بر 3 به علاوه 1، 10 تقسیم بر 4 میشه 2.5. اما ما سقف 2.5 اگه در نظر بگیریم 3. اینجا هم همون گرافی که مطابقت داره با این گامای جی رسم کردیم، میبینیم که با 3 رأس 3 6 8 تمامی رؤوس احاطه شدن. رأس شماره 8 خودش رو احاطه کرده، 1 و 7 هم احاطه کرده، 9 هم احاطه کرده، 6 خودش و 9 و 7 و 5 رو احاطه کرده و رأس 3، 3 و 2، 10 و 4. همه ی اعداد 1 تا 10 هم میبینیم این پایین وجود داره، بنابراین با این 3 رأس تمامی 10 رأس احاطه شدن که این تطابق داره با سقف N تقسیم بر دلتای به علاوه 1، یعنی کمترین میزان همین گامای جیه، یعنی با کمتر از 3 رأس نمیتونیم گرافی از مرتبه 10 رو احاطه کنیم با ماکسیموم درجه 3. البته رسمش رو نخواسته بود اما به این صورته. علامت سقف شبیه براکت همون پایینش بازه، n تقسیم بر دلتای به علاوه 1، n تعداد رأس، دلتای 3 به علاوه 1، 10 تقسیم بر 4، 2.5. صحیح میاد، عدد صحیح کوچکتر رو در نظر میگیره سقف، عدد صحیح بالاتر. اگر در گراف جی از مرتبه پی داشته باشیم گامای جی مساوی با 1، در این صورت دلتای جی برابر جای خالی است. یک گراف از مرتبه پی یعنی تعداد رؤوسش پیه، عدد احاطه‌گریشو به ما داده 1، یعنی با 1 رأس تمامی رؤوس احاطه شدن، بنابراین ما میگیم ماکسیموم درجه پی منهای 1، چون با یه دونه رأس تمامی رؤوس دیگر رو احاطه کرده. عدد احاطه‌گری کمترین تعداد رؤوسی هست که ما میتونیم یه گراف رؤوسش احاطه بشن. وقتی که 1 هست
یعنی با یه دونه رز تمامی روز احاطه شدن. مگه میشه؟ بله. شما اگر یه رز در مرکز داشته باشید، چهار تا رز در اطراف، از هر چهار رز اطراف وصل کنید به اون نقطه وسط، با همون یه رز داره اون چهار رز دیگر رو احاطه میکنید. که اگر به جای دلتا پی منهای یک قرار بدیم، میبینیم در شرط پی به روی دلتای به علاوه یک هم صدق میکنه. پی به روی پی منهای یک به علاوه یک که میشه سقف پی پیوم کوچکتر مساوی یک هست. مثلا این گراف پنج رأسی که اون رأس وسط داره خودش و چهار رأس دیگر رو احاطه میکنه. هر گراف کاملی هم از مرتبه پی ماکسیموم درجهش پی منهای یکه. همایجیش چنده؟ یکه. چون از همون یه رد به تمامی روز دیگه ما یال داریم. مجموع درایه های سطر اول یک مربع لاتین 5 در 5 برابر است با چه عددی؟ مربع لاتین 5 در 5 به این صورت به دست میاد. 1 2 3 4 5 اگر در سطر اول قرار بدیم، برای سطر دوم 5 رو قرار میدیم، بعد 1 2 3 4، بعد برای سطر سوم 4 رو قرار میدیم، عدد انتهای سطر قبلی، برای سطر 4 هم 3 رو قرار میدیم، بعد میایم شروع میکنیم سطر بالا رو نوشتن تا پر بشه. برای سطر آخر 2 رو مینویسیم، بعد 3 4 5 1. اما از ما مربع لاتین 5 در 5 رو نخواسته بود، فقط گفته بود مجموع درایه سطر اول. مجموع هر سطر رو بخواد از اونجایی که اعداد 1 تا 5 قرار داره 15 به دست میاد. سوال بعدی گفته اگر باقی مانده تقسیم M و N بر 13 به ترتیب اعداد 2 و 9 باشد، در این صورت باقی مانده تقسیم عدد 5 N منهای 3 M بر 13 را به دست آورید. امتحان ریاضیات گسسته یکی از سخت‌ترین امتحانات هست برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک در دوران تحصیلشون. بذارید اشتباهاتی که ممکنه در این امتحان برای هر کسی رخ بده رو حذف نکنم و خودم هم اشتباهات رو در این فیلم نمایش بدم. M تقسیم بر 13 باقی ماندهش 2 درسته. N تقسیم بر 13 باقی ماندهش 9. M مساوی با 13 ضرب در خارج قسمت Q به علاوه باقی مانده 2. N مساوی 13 ضرب در خارج قسمت خود تقسیم Q پریم به علاوه 9. برای اینکه با 9 اشتباه نشه Q، از کا و کاپرین استفاده کردم. قراره باقی مانده تقسیم 5 N منهای 3 M رو بر 13 پیدا کنم، یعنی این جای خالی که زیر تقسیم گذاشتم میخوام پیدا کنم. R میگم 5 N منهای 3 M رو قراره بسازم، پس 5 رو باید درسته. پس سر امتحان حتما دقت کنید، قرار 5 N منهای 3 M ساخته بشه. 5 رو باید در معادله پایین ضرب کنم، 3 رو در معادله بالا. سوال الان
من داره باقی مانده ای تقسیم چی رو بر چی حساب میکنم؟ با اشتباهی که داره انجام میدم 5M منهای 3N رو داره حساب میکنم. درسته نوشتم پایین 5N منهای 3M مساویه، اما 5 رو در M ضرب کردم 3 رو در N. بعد اومدم معادله بالا از پایین کم کردم، بعد اومدم از 13 فاکتور گرفتم، داخل پرانتزم ضریب 13، منهای 17، باقی ماندهش بر 13. چجوری به دست میاد؟ میام ضریبای 13 رو به منهای 17 اضافه میکنم تا مثبت بشه. بگید اشتباهو چرا داره توضیح میدم؟ اگر درست در نظر بگیریم رسیدیم به منهای 17. میخوایم بدونیم منهای 17 باقی ماندهش تقسیم بر 13 چند میشه؟ 1 ضرب در 13 رو به منهای 17 اضافه کنیم، منهای 4، باز منفیه. 2 ضرب در 13 رو به منهای 17 اضافه میکنیم، 26، منهای 17 9. با وجودی که مسئله رو درست حل کردیم، اما چون یه بیدقتی اساسی کردیم کلن نمره بهش تعلق نمیگیره. اما بریم درستش رو حل کنیم. M تقسیم بر 13 باقی ماندهش 2، N تقسیم بر 13 باقی ماندهش 9. خارج قسمت تقسیم M تقسیم بر 13 K، N تقسیم بر 13 K پریم. ما قراره باقی مانده تقسیم 5N منهای 3M، حالا اگر 6N منهای 2M یا هر ترکیب دیگه ای از N و M بود، به همین صورت مشابه با اعمال ضرایب ایجاد میکنیم. ما قراره 5N منهای 3M رو ایجاد کنیم، پس در معادله بالا 3 رو ضرب میکنیم، در معادله پایین 5 رو. ممکنه بگید منهای 3M منهای 3 رو نمیتونیم در معادله بالا ضرب کنیم. چرا؟ من 3 رو ضرب میکنم، بعد معادله بالا رو از پایین کم میکنم. میتونید منهای 3 رو در معادله بالا ضرب کنید، با معادله پایین جمع کنید. 3M مساویه با 39K، 3 ضرب در 2 6، معادله پایین هم در 5 ضرب شده. حالا معادله بالا رو از پایین کم میکنم. 5N منهای 3M 65K پریم منهای 39K 45 منهای 6. پنج N منهای 3M مساوی با از 13 فاکتور میگیرم، 5 K پریم منهای 3 K. این عددی که داخل پرانتزه ضریب 13، بنابراین بر 13 بخش پذیره، 39 هم بر 13 بخش پذیره. پس کلن 5N منهای 3M بر 13 بخش پذیره. وقتی عددی بر عددی بخش پذیره، باقی ماندهش 0 میشه. یا اینطور بگیم 5N منهای 3M مساوی 13 در 5 کاپریم منهای 3 کاه به علاوه 3. یعنی در حقیقت R 0. این معادلاتی که نوشتیم، N مساویه با 13 K پریم به علاوه 9 امتحان درستی تقسیمه، یا 5N منهای 3M مساویه با K ز گنده ضرب در 13 به علاوه R که R صفر در اومد امتحان درستی تقسیمه. در یک سال شنبه روز اول مهره. در این صورت با استفاده از هم نهشتی تعیین کنید 12 بهمن در همان سال چه روزی از هفته است. همونطور که در فیلم آموزشی هم توضیح دادم، روش راحت تری از روش جدول شنبه 0، یک شنبه 1 تا جمعه 6 وجود داره، اونم اینه.
بیایم از همون روشی که در آموزش مربوطم استفاده کردیم اینجا استفاده کنیم. بعد روشی که در پاسخنامه‌ام هست میبینیم. میدونیم اگر مثلا دوم یه ماه شنبه باشه، هفت رو بهش اضافه کنیم، نهم ماه هم باز میشه شنبه، باز شونزدهم میشه شنبه. یعنی کافیه به اون عدد تاریخ هفت رو اضافه کنیم، موقعیت اون تاریخ از نظر روز هفته تکرار میشه. پس میای میگیم چند روزه از اول مهر تا 12 بهمن؟ 29 روز از مهر مونده، 30 روز از آبان، 30 روز از آذر، 30 روز از دی، 12 روز از بهمن باید بگذره تا برسیم به 12 بهمن. پس میای میگیم این 131 روز تقسیم بر 7 چند میشه؟ هر هفتایی که جدا کنیم باز میرسیم به شنبه. ببینیم چند تا هفتا جدا کنیم. میبینیم 131 تقسیم بر 7 میشه 18. 18 تا هفته بگذره باز شنبه داریم، باقی مانده 5 روز بعد از شنبه رو میایم ببینیم چند شنبه میشه. اگر باقی مانده 0 میشد یعنی چی؟ یعنی خود شنبه. حفظ نمی کنیم، میگیم چون شنبه رو داده اول مهر، ما بر اساس همین تاریخی که داده تعیین کردیم هفتا هفتا گذشتیم. اگر میداد یک شنبه و باقی مانده صفر بود و یک شنبه، پس 5 روز بعد از روزی که تعیین کرده. اگر یک شنبه میگفت روز اول مهره، 5 روز بعد از یک شنبه میشد جمعه پاسخ. با تبدیل معادله سیاله خطی 5x به علاوه 2y مساوی 18 به معادله همنهشتی و حل آن، جوابهای عمومی معادله را بیابید. یکی از معمولترین و کلاسیکترین سوالات معادله سیاله خطیه که باید از همنهشتی استفاده کنیم. از دو روش حل میکنیم به یک جواب میرسیم. چه 5x و هم نهش با 18 به پیمانه 2 بگیریم، چه 2y و هم نهش با 18 به پیمانه 5، یعنی چه x رو اول پیدا کنیم چه y رو، به یه جواب میرسیم. معادله 5x هم نهش با 18 به پیمانه 2 با برای اینکه x رو تنها کنیم، ضرایبی از 2 رو به 18 اضافه میکنیم تا مضربی از 5 بشه. 18 به علاوه 2 ضرب در 1 20 رو ایجاد کرد، یعنی 4 ضرب در 5. از اونجایی که به میمیم 2 و 5 1 هست، میتونیم دو طرف رو به 5 ساده کنیم. x هم نهش با 4 به پیمانه 2، بنابراین x 2 کاه به علاوه 4 پاسخ. x رو پیدا کردیم، قرار میدیم در معادله سیاله خطی، y رو بر حسب کا به دست میاریم. 5 ضرب در 2 کا به علاوه 4 به علاوه 2 y مساوی با 18. 5 رو در پرانتز ضرب میکنیم، 10 کا به علاوه 20 به علاوه 2 y مساوی 18. y رو بعد تنها کنیم، 2 y سمت چپ میمونه، منهای 10 کا منهای 20 با 18 جمع بشه، منهای 10 کای منهای 2، دو طرف تقسیم بر 2 میکنیم، y تنها بشه. هم x رو پیدا کردیم هم
ایگرگ و بر حسب کا عضو زد به ما جوابهای عمومی معادله رو میده. مثلا کا رو اگر بذاریم صفر، یه جواب ایکس ایگرگ به ما میده. میبینیم که آیا درست هست یا نه. البته این قسمت که کا رو مقدار داره قرار میدیم جزء پاسخ نیست، اما اگر خواستیم بررسی کنیم جوابم درسته یا نه، به جای کا بذاریم صفر ایکس در میاد، چهار ایگرگ منفی یک که میبینیم اگه بذاریم به جای ایکس چهار پنج چهار تا بیستا، دو ضرب در منفی یک درسته 18 هست، و اگه به جای کا بذاریم یک، دو ضرب در یک دو به علاوه چهار ایکس میشه 6، منهای پنج منهای یک ایگرگ منفی 6. اگر به ما بگه که دو تا از جواب‌های عمومی، دو جفت جواب عمومی، چون یه جواب عمومی یعنی یه ایکس یه ایگرگ، میتونیم کار رو بذاریم صفر یه ایکس و ایگرگ، کار رو بذاریم یک یه ایکس و ایگرگ، یعنی الان دو تا جواب عمومیه. اگر دیدید یه جواب عمومیتون درسته، احتمالاً درست حل کردید. بعد میبینید که اون یکی جواب عمومی هم اگه بی‌دقتی نکرده باشید باید درست در بیاد. اما بیایم ایگرگ رو ابتدا به دست بیاریم، دست خودمونه ایکس رو اول حساب کنیم یا ایگرگ رو، میخوایم نشون بدیم فرقی نمیکنه. پس اگر دو ایگرگ هم نهش با 18 به پیمانه 5 بگیریم، باز باید به همون جواب برسیم. دو ایگرگ هم نهش با 18 به پیمانه 5 میتونیم همینجا به دو ساده کنیم؟ بله، چون به میمیم دو و 5 یک هست، میتونیم به دو ساده کنیم. اما اگه تشخیص ندیم که این ساده کردن رو همین ابتدا انجام بدیم، اشکالی ایجاد نمیشه. میگیم باقی مانده 18 بر 5 3، پس دو ایگرگ هم نهش با 3 به پیمانه 5. بعد میایم میگیم مضرب هایی از 5 رو به 3 اضافه کنیم تا بر 2 بخش پذیر باشه. 3 به علاوه 5 ضرب در 1 8. که اینجا میتونم بگم به جای 8 2 ضرب در 4، بعد 2 رو از دو طرف ساده کنم. اما باز اگر مضرب های دیگه ای رو از 5 اضافه کنیم، 5 ضرب در 3 15 با 3 18، بعد ساده کنیم، باز اتفاقی نمیفته، باز به ایگرگ میرسیم. ایگرگ میشه 5 کای به علاوه 9. حالا ایگرگ رو بر حسب کا که به دست آوردیم در معادله سیاله خطی قرار میدیم، ایکس رو بر حسب کا به دست میاریم. پنج کای به علاوه 9 چرا نوشتم پنج کای به علاوه 4؟ درسته، پنج کای به علاوه 9 یعنی پنج کای به علاوه 5 به علاوه 4. بعد از 5 فاکتور بگیری، کای به علاوه 1 یک کاپریمی میشه. ما الان میخواییم ایکس رو بر حسب کا به دست بیاریم. 5 ایکس به علاوه 2 ضرب در 5 کا به علاوه 4 مساوی 18، 5 ایکس مساوی منفی 10 کا به علاوه 10، دو طرف تقسیم بر 5، منفی 2 کا به علاوه 2. ما اینجا ایکس و ایگرگ رو بر حسب کا به دست آوردیم، کا عضو زد. باز ماننده حلی که قبلا انجام دادیم، میخواییم ببینیم آیا درست حل کردیم یا نه، به همون جواب رو میرسیم یا نه. به جای کا میذاریم صفر، درسته به جای کا بذاریم صفر ایکس و ایگرگ متفاوت از کا صفر روش قبل به دست میاد، اما صدق میکنه، همه جواب ها پوشش میده. به ازای یه مقدار کای دیگه ای به همون جواب ها خواهیم رسید.
مهم اینه که جوابهای عمومی صدق کنه. x رو در آوردیم منفی 2 کای به علاوه 2، y و 5 کای به علاوه 4. اگه به جای کا بذاریم 0، y در میاد 4، x در میاد 2. 5 ضرب در 2 10، به علاوه 4 ضرب در 2 8 میشه 18. پس لازم نیست اگر کار رو گذاشتیم صفر تو این روش با کای صفر اون روش یه ایکس و ایگرگ به دست بیاد. مهم اینه که صدق کنه، یعنی ایکس و ایگرگی که به ازای اون کا به دست میاد تساوی رو در معادله برقرار کنه. شکل مقابل نمودار گراف جی هست. مرتبه و اندازه گراف جی رو بنویسید. مرتبه تعداد روز، اندازه تعداد یال. چند تا رأس داریم؟ 6 تا. پی مساویه با 6. چند تا یال داریم؟ 7 تا. کیو مساویه 7. اما انرژی بی که تو پرانتز داده یعنی چی؟ یعنی همسایگی باز بی. بی با چه روزی مجاوره؟ با آو دیو سی. اگر همسایگی بسته بگه خود بی هم تو این مجموعه قرار میگیره. مجموع درجه های رأس های گراف مکمل جی، جی وقتی یه خط بالاشه یعنی مکمل یا متمم گراف جی، چنده؟ اگر تو یه مسئله به ما گفتن گراف مکمل یا متممه یه گراف رو رسم کنیم، چجوری رسم کنیم؟ میاییم نقاط و همون نقاط یعنی رؤوس در نظر میگیریم، میاییم میبینیم گرافی که به ما داده نسبت به گراف کامل چه یالهایی رو کم داره، اون یالهایی که کم داره رو رسم میکنیم. مثلا رأس آ به بی یال داریم، به ای داریم، به سی داریم نه. بنابراین تو گراف متممش آ به سی، آ به دی، آ به اف. بعد میایم رأس بی رو در نظر میگیریم، به آ داریم تو گراف مسئله، بنابراین یالی رسم نمی کنیم. به سی هم داریم، به دی هم داریم، به ای و اف نداریم. به همین صورت برای رؤوس یالهاشون رو که در گراف اصلی وجود نداره رسم میکنیم. پس اگر به ما بگن گراف متمم یه گراف رو رسم کنیم، رؤوس مشابه گرافی که به ما داده محلاشو قرار میدیم تا راحت تر بتونیم رسم کنیم. میایم میگیم یه رأس رو در نظر میگیریم، باید به تمام رؤوس دیگه یال داشته باشه تا کامل باشه. اونایی که خودش داره که خود گرافه، اونایی که نداره نسبت به گراف کامل در گراف مکمل باید یالهاش رسم بشه، یعنی آ ب سی دی و اف. بی باید به ای و اف، سی باید به آ و اف. و ای دی باید به آ و اف. چون از آ به اف وصل کرده بودیم دیگه F به A همونه دیگه. البته تو این سوال اینو نخواسته، فقط گفته مجموع درجه های رأس های گراف مکمل جی را مشخص کنید. یعنی میایم درجات رؤوس گراف مکمل رو به دست میاریم، بعد با هم دیگه جمع میکنیم. البته این یه روش سخته، روش راحت تر بدون رسم
چیه؟ میدونیم که مجموع روسه که گراف هم عدد زوجه، چون تقسیم بر دو تعداد یال ها رو میده، بنابراین باید بخش پذیر بر دو باشه. اما روش به دست آوردن مجموع درجه های رأس های گراف مکمل، میگیم گراف کامل مجموع روسش رو میتونیم به دست بیاریم پی در پی منهای یک. اینجا مرتبه گرافمون پیمون چند بود؟ 6. 6 ضرب در 6 منهای 1 یعنی 6 ضرب در 5 سی. مجموع رؤوس گراف کامل سیه. حالا یه قسمتیش تو خود این گرافه، یه قسمتیش در مکملش. چه تعداد از مجموع رؤوس در خود گرافه؟ تعداد یالهاش ضرب در 2. کیمون چند بود؟ اندازه گرافمون 7 ضرب در 2 14. بنابراین مجموع رؤوس خود گراف 7 ضرب در 2 14. میتونیم مجموع رؤوس گراف رو رو شکل هم به دست بیاریم؟ بله. درجه رأس A2 B3 C2 D3 E3 F1 که به 14 میرسیم. این 14 رو از 3 کم کنیم 16، مجموع درجات رؤوس گراف مکمل به دست میاد. اگر تعداد یال های گراف مکمل هم بخوایم 16 تقسیم بر 2 8. مجموع درجات هر گرافی تقسیم بر 2 تعداد یال ها، یا تعداد یال ها ضرب در 2 مجموع رؤوس هر گراف. گراف 37 را در نظر بگیرید و به سوالات زیر پاسخ دهید. تعریف گراف های سی چی بود؟ گراف هایی که دارای تنها یک دور با این رأس، یعنی الان این گراف سی هفت دارای تنها یک دور شامل هفت رأسه. یه گراف مشهور دیگه پیه، گراف هایی که تنها دارای یک مسیر این رأسی هستن، مثلا 7 تا نقطه پشت سر هم به هم با خط وصل بشن، این گراف پی 7 داره یک مسیر فقط با 7 رأس. یک مجموعه احاطه‌گر 4 عضوی رو گفته بنویسیم V1 V3 V5 V7، احاطه کرده این 7 رأس رو. عدد احاطه‌گری 37 رو به دست آورید، یعنی مجموعه احاطه‌گر مینیمم پیدا کنیم ببینیم چند عضو داره. این میشه عدد احاطه‌گری گامای جی. میام از فرمول استفاده میکنیم، بعد روی شکلم تطبیق میدیم. فرمول به ما جواب قطعی رو نمیده، یک کمترین میزان رو میده. 7 تقسیم بر ماکسیموم درجه 2 به علاوه 1، 7 تقسیم بر 3، 2 خورده ای که سقف بش میشه 3. یعنی گامای جی کمتر از 3 نمیتونه باشه. اما بیایم ببینیم روی شکل میتونیم پیدا کنیم. ما سه رأس رو پیدا کردیم، V1، V6، V4، دو مجموعه احاطه‌گر مینیمم متمایز. یه مجموعه دیگرم V2، V5، V7. عدد احاطه‌گری یک تایه. مجموعه های احاطه‌گر مینیمم ممکنه چند تا باشه؟ که اینجا هم یه بار با رؤوس زوج یه بار با رؤوس فرد در نظر گرفته مجموعه احاطه‌گر مینیمم و V2، V4، V6، یه مجموعه احاطه‌گر مینیمم دیگه V1، V3، V5.
با کمتر از 3 عضو نمیتونیم این گراف رو احاطه کنیم. با فرمولم مطمئن میشیم که درسته. سوال 8، ثابت کنید هر مجموعه احاطه‌گر دلخواه غیر مینیمال را میتوان با حذف برخی از رؤوسش به یک مجموعه احاطه‌گر مینیمال تبدیل کرد. تمام سوالات در تمرین ها و در کتاب وجود داره. ارجاع هم که در پاسخنامه داره تاکید بر همین مسئله است که باید روی تمرین های کتاب تسلط داشته باشیم. اثبات. میگیم فرض کنیم از V1 تا VN مجموعه احاطه‌گر غیر مینیمال ما باشه. اگر VN از این مجموعه احاطه‌گر رو حذف کنیم و همچنان مجموعمون احاطه‌گر بمونه، بنابراین VN رو حذف میکنیم. از اونجایی که VN نوشتم، بنابراین هر کدوم از این رؤوس رو اگر در نظر بگیریم بتونیم حذف کنیم و از احاطه‌گری نیفته، قابل قبوله. نهایتاً به مجموعی میرسیم دیگه نمیتونیم رأسی رو حذف کنیم. به این معنا رؤوسی که مونده رؤوسی هستن که با حذف هر کدوم مجموعه از احاطه‌گری میفته. بنابراین مجموعه حاضر مجموعه احاطه‌گر مینیمال خواهد بود. اما در پاسخنامه‌ام همین پاسخ رو داده که در کتاب درسی هم اومده، اما به بیانی دیگر. که پاسخنامه‌ام خواهیم دید. میگه مجموعه احاطه‌گر غیر مینیمال رو در نظر میگیریم. از اونجایی که مجموعمون احاطه‌گر غیر مینیماله، بنابراین اعضایی داره که با حذف اون همچنان مجموعه احاطه‌گر مینیمال باقی میمونه. بنابراین این عضوها رو میتونیم حذف کنیم. میرسیم به جایی که اگر حذف کنیم دیگه مجموعمون احاطه‌گر نخواهد بود. پس مجموعه احاطه‌گر مینیمال میشه. پس یه مجموعه احاطه‌گر غیر مینیمال به یه مجموعه احاطه‌گر مینیمال حتما قابل تبدیله. در گراف روبرو یک مجموعه احاطه‌گر مینیمال 5 عضویم را مشخص کنید. F, G, H, I, J, A, B, C, D, E. هر کدوم از این دو مجموعه میتونه به عنوان مجموعه احاطه‌گر مینیمال در نظر گرفته بشه. هر عضوی از این 5 عضو رو از هر کدوم از این دو مجموعه احاطه‌گر مینیمال حذف کنیم دیگه مجموعمون احاطه‌گر نخواهد بود. سوال بعدی گفته یک گراف 6 رأسی با عدد احاطه‌گری 2 رسم کنید که یک مجموعه احاطه‌گر یکتا با اندازه 2 داشته باشد. یعنی عدد احاطه‌گریش 2 که هست، مجموعه احاطه‌گریش هم یکتا باشه. مثلا این گراف رو در نظر بگیریم. یه 5 رأس که با اون رأس V1 داره احاطه میشه و یه رأس تنها. عدد احاطه‌گریش 2. چجوری؟ V1 و V6 مجموعه احاطه‌گر یکتا شه. گاما جی 2. البته این گراف منحصر به فرد نیست، گراف دیگه ای هم میتونیم رسم کنیم که در پاسخنامه میبینیم. اما یک گراف 6 رأسی با عدد احاطه‌گری 2 رسم کنید که بیش از یک مجموعه احاطه‌گر با اندازه 2 داشته باشد. دقیقا مشابه تمرینات کتاب و در سطح کتاب.
این گراف C6 دارای تنها یک دور شش رأسی میتونه مجموع احاطه‌گرمون V1 و V4 باشه، میتونه V2 و V5 باشه، میتونه V6 و V3 باشه. نکته این مجموع احاطه‌گری که من دارم مینویسم دو عضویه، مجموع احاطه‌گر مینیمومه، میتونه V1, V3, V5 به عنوان مجموع احاطه‌گر در نظر گرفته بشه. پس اگر سوالم میگفت یک گراف شش رأسی با مجموعه های احاطه‌گر مینیموم مختلف، باز دیدیم که به چه صورت میتونیم بنویسیم. با ارقام 1, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 5 چند عدد 9 رقمی میتوان نوشت. یه زیرکی کرده این 2 رو کنار اون دو تا 2 دیگه نذاشته که دقت کنیم. 3 تا 2 داریم، 2 تا 4، 2 تا 1، 9 تا رقم هم به ما داده. بنابراین 9 تا جایگاه در نظر بگیریم، 9 فاکتوریل تقسیم بر اون تکرارها، چون 2 تا 4 داریم 2 فاکتوریل، چون 2 تا 1 داریم 2 فاکتوریل، چون 3 تا 2 داریم 3 فاکتوریل، که میشه 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3 فاکتوریل، که با 3 فاکتوریل مخرج ساده شد، 2 فاکتوریل هم یعنی 2، حاصل میشه این. اما تو بازخنامه نوشته 3 ضرب در 7 فاکتوریل. آیا اشتباه حساب کردیم؟ نه. کافیه 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 6 ضرب در 5، 4 هم که ساده شد. بیایم به این صورت 9 و 3 ضرب در 3 در نظر بگیریم، 8 و 4 ضرب در 2 در نظر بگیریم، میبینیم که 7 فاکتوریل ایجاد شد. یه 3 هم که از 9 مونده بود، 7 فاکتوریل ضرب در 3. که البته نگفته بود به صورت فاکتوریل بنویسیم، گفته بود چند عدد. شش دانش آموز پایه 12، 5 دانش آموز پایه 11 به چند طریق می توانند کنار هم در یک ردیف قرار بگیرند به طوری که الف به صورت یک درمیان قرار بگیرند؟ یک درمیان اگر دو حالت بشه، یعنی ما 5 تا دانش آموز 11 در نظر بگیریم، بعد دانش آموز 12 اول، بعد بتونیم جابجا کنیم، بعد ضرب در 2 بشه. اما میبینیم وقتی جابجا میکنیم، یعنی 6 تا دانش آموز 12 ثابت در نظر میگیریم، نمیتونیم 5 تا دانش آموز 11 یک درمیون قرار بگیره. پس همون حالت بالا رو داریم که دانش آموزان 12 و دانش آموزان 11 بین خودشون جایگشت دارن، یعنی 6 تا دانش آموز 12 با همدیگه جایگشت دارن 6 فاکتوریل، اون 5 تا دایره هم 5 تا دانش آموز 11 هم میتونن جا به جا بشن، با همدیگه جاشون رو عوض کنن 5 فاکتوریل. پس کلا میشه 6 فاکتوریل ضرب در 5 فاکتوریل تعداد حالت‌های مختلفی که این دانش آموزا به صورت یک درمیون قرار بگیرن. اما قسمت ب گفته همواره دانش آموزان 11 هم کنار هم باشن. پس میای میگیم یه باکسی در نظر میگیریم، 5 تا دانش آموز 11 همی توی این باکس با اون 6 تا دانش آموز 12 همی جا به جا بشن. پس
یه باکسی هست که 5 فاکتوریل داخلش جابجایی هست و این باکس با اون 6 دانش آموز 7 فاکتوریل. پس 5 فاکتوریل ضرب در 7 فاکتوریل. قسمت جیم، یک دانش آموز خاص 11 و یک دانش آموز خاص 12 کنار هم باشن. پس دو تا تکلیفش مشخص شده کنار هم، یه باکس میتونن جابجا بشن. کلن چند دانش آموزه؟ 6 و 5 11. دو تاشون داخل این باکسه. چند تاشون بیرون باکسه؟ 11 منهای 2 9. 9 تا دانش آموز با یه باکس میشه 10 فاکتوریل ضرب در 2 فاکتوریل. سوال بعدی گفته تعداد جواب های صحیح و نامنفی معادله x1 به علاوه x2 به علاوه تا x5 مساوی 10 با شرط i مساوی 2 3 4 5 xi بزرگتر از 0 را محاسبه کنید. این شرط خیلی مهمه که i مساوی 2 و 3 و 4 و 5 که xiش بزرگتر از 0ه. xi بزرگتر از 0 یعنی چی؟ گفته جواب صحیح و نامنفی هم باشن. وقتی قراره بزرگتر از 0 باشه یعنی دیگه 0 نمیتونه باشه، یعنی x2 مون 1 به بالا، x3 مون 2 به بالا. در مورد i مساوی با 1 شرط نداشته، یعنی میتونه 0 هم باشه. پس معادله رو اول تبدیل میکنیم با شرط هایی که داده به یه معادله ای که از فرمول انتخاب این گل از کا نو گل، ترکیب کای منهای 1 از ان به علاوه کای منهای 1 شد x1 به علاوه یه. برای اینکه x2 x3 x4 x5 شرط رو محقق کنه میتونیم از تغییر متغیر استفاده کنیم، بگیم x1 به علاوه y2 y3 y4 y5 مساوی با 10 منهای 4 که میشه 6. الان معادلمون به صورتی هست که میتونیم از این فرمول استفاده کنیم دیگه. y1 y2 y3 y4 میتونه صفر هم باشه، چون اگر صفر باشه دیگه x2 که همون معادل y1 هست بیشتر از 1 میشه. ما به جای x2 گفتیم y1 به علاوه 1. بنابراین اگر y1 رو به دست بیاریم حتما شرط x2 رو محقق کرده که بیشتر از 0 یعنی حداقل 1. n به علاوه کای منهای 1 یعنی 10 به علاوه 5 منهای 1 نه 6 به علاوه 5 منهای 1. من اینجا بیدقتی کردم، کای منهای 1 میشه 5 منهای 1، 6 به علاوه 5 منهای 1 میشه 10، 5 منهای 1 4، ترکیب 4 از 10 میشه 10 فاکتوریل به روی 4 فاکتوریل ضرب در 6 فاکتوریل که اگر ساده کنیم 210 و این هم پاسخنامه. اگر سه دوست همسای سه کت و سه پیراهن داشته باشن و بخوان در سه روز اول هفته از این لباس ها به گونه ای استفاده کنن که هر فرد هر یک از کت ها و هر یک از پیراهن ها را دقیقا یک بار استفاده کرده باشد و هر کت یا پیراهن نیز دقیقا یک بار مورد استفاده قرار بگیرد، چگونه می توانند این کار را انجام داد؟ مربع های لاتین متعامد 3 در 3 A, B, C افراد، برای کت یه جدول، برای پیراهن یه جدول. روزها هم ستون، ردیف، افراد، برای یه جدول
دقیقاً پیراهن ها توسط هر کدوم از افراد یک بار استفاده بشه. برای جدول دیگه تکلیف کد ها رو مشخص میکنه، بعد میایم دو جدول و طوری مربع های لاتینش رو به دست میاریم که با هم متعامد باشن، یعنی وقتی کنار هم قرار میگیره اعداد، عدد تکراری تو اون مربع مجموع نباشه. 1 2 3 3 1 2 2 3 1 یه مربع لاتین و مربع لاتین دیگه‌ای که باید متفاوت از مربع لاتین اول باشه، چون اگر همون 1 2 3 بذاریم بعد 3 1 2 2 3 1 وقتی اینا کنار هم قرار بگیره اعداد تکراری داریم. چجوری به دست بیاریم؟ یه روش مفصل داره که خواهیم گفت و یه روش هست امتحان میکنیم. این مربع لاتین رو در نظر میگیریم، 2 1 3، برای سطر دومش 1 3 2 و سطر آخرم 3 2 1 به دست میاد. ببینیم متعامد هست یا نه. کنار هم بذاریم 12، سطر اول 21 33، سطر دوم 31 13 22. تکراری نداره. اما اگه بخوایم به دست بیاریم مربع لاتین متعامد n در n برای اعداد فرد، مثلا N3 N5 که ممکنه در امتحان بیاد، به این صورته. یه مربع در نظر میگیریم، بخوایم مربع متعامد 3 در 3 به وجود بیاریم. پس یه مربع در نظر میگیریم 3 در 3، اگه 5 بود 5 در 5، بعد باید قسمت هایی رو اضافه کنیم که اینجا چون مربعمون 3 در 3 هست، به هر ضلع اون وسط یه خونه اضافه میکنیم. اگر 5 در 5 بود باید چی اضافه کنیم؟ یه ستایی، یه دونه یکی، که البته توی کتاب برای 5 در 5 رو انجام داده. این همینی که رسم کردیم و یه دونه دیگه کنارش رسم میکنیم. چون 3 در 3 هست باید به این صورت پر کنیم. نحوه نوشتن اعداد داخل این دوتا شکل بسیار مهمه. یکی از شکل‌ها به این صورت پر میشه، 3 3 3، بعد 2 2 2 1 1 1. گفتیم یه شکل دیگه هم مشابه همین شکل کنارش رسم میکنیم، سمت چپ. اما اعداد به نحو دیگه ای باید پر بشه. یک 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 دو 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 سه سه سه. حالا یه شکلی مشابه این رسم میکنیم، 1 و 3 13. درسته، اعداد کنار هم قرار میدیم داخل شکل سمت راست، 12 23
خونه های پر نظیر هم، عدد اول از شکل سمت چپ، عدد بعدی از شکل وسط داخل شکل سمت راست. بعد میخواییم مربع 3x3 رو پر کنیم. اون اعدادی که داخل اون مربع وسط هست همونا، اما اون 13 بالا هست 3 تا میاد پایین، اون 31 پایین هست 3 تا میره بالا، 11 سمت چپ 3 تا میاد راست، 33 سمت راست 3 تا میاد چپ. تا اون 9 تا خانه مربع 3x3 پر بشه با اعداد. وقتی مربع 5x5 داشته باشیم، جا به جایی ها به اندازه 5 تایه، بالا به پایین، پایین به بالا، چپ به راست، راست به چپ. 12، 23، 21، 32، 22 که داخل اون 3x3 جاشون مشخص هست و کار نداریم، فقط اونایی که بیرون از این قسمت هست و باید جا به جا کنیم. به چه صورت؟ 13 بالا 3 تا میاد پایین. پس اونایی که ثابت هست رو می نویسیم اول، 12، 23، 22، 21 و 32. 13 سه تا بیاد پایین میاد پایین، 31 سه تا میره بالا، 33 سه تا میاد چپ، 11 سه تا میاد راست. الان این مربعی که ساختیم و که اعداد دو رقمی داخلشون هست، رقم های سمت چپ داخل یه مربع، رقم های سمت راست داخل یه مربع، این دو مربع آخر دو مربع لاتین متعامدن. چرا متعامدن؟ چون وقتی کنار هم قرار بگیرن اعداد تکراری ندارن. 12، 31، 23 سطر اول، 33، 22، 11، 21، 13، 32 این اعداد همشون منحصر به فردن، تکرار نداره. و این دو مربع نهایی دو مربع لاتین متعامدن. در بین اعداد 1 تا 90 چند عدد وجود دارد که بر 2 یا 3 بخش پذیر باشد؟ یعنی اجتماع B چند عضو داره که برابر با تعداد اعضای مجموعه A به علاوه تعداد اعضای مجموعه B منهای تعداد اعضای اشتراک این دو مجموعه؟ اصل شمول اعدادی که بر 2 بخش پذیرن 90 تقسیم بر 2، اعدادی که بر 3 بخش پذیرن 90 تقسیم بر 3، منهای اعدادی که هم بر 2 هم بر 3 بخش پذیرن به ما اعدادی رو میده که یا بر 2 یا بر 3، که میشه 45 به علاوه 30 منهای 15، 75 منهای 15، 60 عدد که یا بر 2 یا بر 3 بخش پذیرن. بر هر دو هم بخش پذیرن؟ بله، حداقل بر یکی از این دو عدد بخش پذیر باشن، یعنی بر دوتاشون هم بخش پذیرن. ثابت کنین اگه در یک دبیرستان حداقل 505 دانش آموز مشغول به تحصیل باشن، لااقل 7 نفر از آنها روز هفته و ماه تولدشان یکسان است. اصل لانه کبوتری. اصل لانه کبوتری خیلی ساده است، اما تشخیص لانه ها و کبوترها مهمه. 505 تا دانش آموز معادل 505 تا کبوتر، البته تاریخ تولدشون. ما چند روز در هفته داریم؟ 7 روز. چند تا ماه داریم؟ 12 تا. پس 7 ضرب در 12 میشه تعداد لانه ها. برای اینکه تحلیل بهتری داشته باشیم از تعداد لانه ها، میگیم فرض کنیم
یه نفر در ماه بهمن متولد شده باشه. میتونه شنبه، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه در ماه بهمن باشه. بنابراین در ماه بهمن 7 روز. چند تا ماه داریم؟ 12 تا. پس در هر ماه ما 7 خونه در نظر میگیریم. 12 ضرب در 7 میشه 84. 505 تاریخ تولد داریم، تقسیم بر 84 میکنیم. ببینیم در پراکنده ترین حالت در هر روز هفته توی ماها میبینیم که خارج قسمت 6، باقی مانده 1. اون باقی مانده 1 هم بالاخره در یکی از این روزهای هفته و در یکی از این ماها متولد شده و این همون حداقل 7 نفره که تاریخ تولدشون یکسانه. پس ما اومدیم تعداد کبوترها رو تقسیم کردیم بر لانه ها، دیدیم در پراکنده ترین حالت اینه که 6 تا کبوتر تو هر لانه قرار بگیره، 7 دومی باید داخل یک کدوم این لانه ها قرار بگیره، بنابراین میشه یه دونه از لانه ها دارای حداقل 7 کبوتر. آموزش تمام فصل ها داخل سایت صفحه ریاضی 12 قرار داره. متشکرم، خدا نگهدار.